کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. میهن پرست از کتاب سگ ولگر نوشته صادق هدایت سید نسولو ولی پس از هفتاد و چهار سال زندگی یک نواخت و پیمودن روزی چهار مرتبه کوچه حمام وزیر از خانه به اداره و از اداره به خانه اولین بار بود که مسافرت به خارجه آن هم هندوستان برایش پیش آمده بود. تا کنون او در داخلی مملکت هم به مسافرت بزرگ نرفته و مسقط و رأس آباب و اجدادی خود کاشان را هم ندیده بود. در تمام مدت عمر یگان مسافرت او سه روز به دماوند بود. اما در طی راه بی اندازه به او سخت و ناراحت گذشت به طوری که باعث نگرانی خاطرش شده بود. و علاوه پس از مراجعت منزل او را دزد زده بود از این سبب ترس مبهمی از مسافرت در دل او تولید شده بود از آنجایی که تمام دوره زندگی سید در صرف تحصیل علوم و فنون و عوالم معنوی شده بود فقط دو سال از عمر زناشویی او میگذشت و در این مدت قلیل سالی یک چکیده فضل و معرفت به عده ابناع بشر افزوده بود زیرا در ادبیات فارسی و عربی و فرانسه در تحقیق و تبهر و فلسفه غربی و شرقی در عرفان علوم قدیمه و جدیده سید نصرالله بی آنکه اثری از خود گذاشته باشد انگشت نمای خلایق شده بود او مانند سایر فوزلا و ادبا نبود که در نتیجه نوشتن مقاله عریض و طویل در دفاع خود یا از اهمیت مقام سیاسی یا مهاجرت یا هاشی رفتن به فلان کتاب پوسیده یا قافی دزدی و به هم انداختن اشعار بند تنبانی و یا بالاخره با تملق و بادمجان دور چینی شهرت به دست آورده باشد. سید نصرالله کسر مقامش بود که کتابی به رشته تحریر در بیاورد. زیرا لغات عربی را به طوری با مخرج صحیح و اصیل استعمال میکرد که شک و تردیدی از فضل و معلومات خود در فکر مستمع این باقی نمی گذاشت. هرچند کلمات و جملات را خیلی آهسته و شمرده ادا می کرد ولی از لحاظ منطق و بدی و قوانین صرف و نحو هیچ یک از علمای فقه لغه کره ارز نمی توانست کوچکترین ایرادی به او وارد بیاورد چون سید نصرالله این جمله را سرمشق خیش قرار داده بود که اگر سخن سکوت گوهر است و در صورت اجبار و یا برای استفاده دیگران حرف را باید هفت مرتبه در دهان مزمزه کرد و بعد به زبان آورد به همین علت شهره خاص و آن بود که روزی آقای حکیم باشیپور وزیر معارف سید نصر الله را برای مطلب مهم و فوری در اتاق خود احضار کرد پس از اظهار ملاتفت و ستایش بسیار و وعده و وعید بیشمار با زبان چرب و نرم خود به سید نصرالله پیشنهاد کرد از اونجایی که ترقیات معجز آسای معارفی در کشور باستانی با حیرت عالمیان شده لذا حیف از سرزمینی مانند هندوستان که مهد نژاد آریایی و ملیون ها نفوس مسلمان و فارسی زبان دارد از تغییرات مشعشع معارفی ما و مخصوصا از لغات جدید اختراع اطلاع کافی حاصل نکنند و این اینکه دلیل مبرهن و برهان قاطعی از اقدامات مجدانی خود به دست داده باشد یک کتابچه از لغات ساخت فرهنگستان که به صحه ملوکانه و به تصویب نخبه علما و فضلای عصر رسیده بود به انضمام یک دسته از عکسهای خود که از نیمروخ و روبرو ایستاده و نشسته برداشته شده و باد زیر قبقب قب خود انداخته بود به ایشان سپرد و دستور اکید داد که این عکس ها را در هندوستان به تمام مخبرین روزنامه ها بدهد تا گراور کرده زیب به صفحات جراید خود بسازند. آقای سید نسولا از الطاف مخصوص حکیم باشی پور خیلی متأثر شد ولی از طرفی به واسطه علاقه مفرد به زندگی و مفارقت از ایال و اطفال از طرف دیگر به واسطه بعد مسافت و عبور از دریا ابتدا کله سرخ و بیمو و براغ خود را تکان داد. لبخند فیلسوف معابانه ای زد و پیشنهاد حکیم باشی پور را به علت کبر سن و کسالت هایی که به خود میبست رد نمود. در ضمن گوش زد کرد که خوب است این معمولیت مهم را به یکی از ادبا و مبلغین دیگر رجوع بکنند. اما آقای حکیم باشیپور اصرار و ابرام نمودند که مخصوصاً مقام شامخ ادبی و سن و سال و شهرتی که دارند ایشان را بر این کار از دیگران ممتاز میسازد، زیرا مأموریت مزبور از جمله اسرار اداری و فقط شایسته شخصی مانند ایشان است و بالاخره سید نصر الله خواهی نخواهی پیشنهاد مقامات عالی را با کمال افتخار پذیرو. سید نصر الله در موقع خروج از اتاق حکیم باشیپور همین که زحمات و مشقاتی را که در سفر کوتاه خود به دماوند متحمل شده بود به خاطر آورد و بعد مسافت هندوستان را پیش خود مجسم کرد اضطراب و ترس مجهولی به او دست داد به طوری که سرش گیج رفت و زمین زیر پایش لرزید به محض اینکه سر میز اداری رسید زنگ زد و آب خوردن خواست همین که استرابش کمی فروکش کرد سر به جای به تفکر فرو برد از طرفی مفارقت از زن و فرزن و تغییراتی که سفر در زندگی آرام او تولید میکرد و ممکن بود چندین کیلو از 89 کیلو وزن خالص او بکاهد از طرف دیگر منافع مادی، افتخارات، دعوتها و سیاحتهایی که به خرج دولت خواهد کرد در کفه ترازوی معنوی خود سنجید. با وجود این دلش آرام نگرفت. زیرا او قبل از همه چیز به تقویت مزاجی و زندگی بی دقدقه خود علاقه داشت و شرط عقل نبود که برای استفاده های نسیه وضع فعلی خود را به مخاطره بیندازد. در نتیجه یک جور کینه و بغض شدیدی نسبت به حکیم باشی پور در دلش تولید شد ولی تکلیف این معمولیت از طرف شخص وزیر به منظری وظیفه اداری به شمار می لذا از اقدام به سفر ناگزیر بود. و به علاوه از استفاده پولی نمیتوانست چشم بپوشد. چون سید نسولا در اندختن پول خیلی حساس بود و در این مسافرت اضافه بر مخارج سفر فوقلاده بدی آب و هوا و حقوق دو برابر عقص می کرد. آن وقت یک فسیله دیگر هم داشت. شاید می مانند برزویه طبیب کتابی از قبیل کلیله و دمنه از هندوستان سوقت بیاورد و اسم خودش را تا ابد جاویدان بکند با خودش زید لب زمزمه کرد شکر شکن شوند همه دوتیا و زین قنده پارسی که به بنگاله می روند همه این خیالات در مغزش می و به زودی این خبر منتشر شد و رفقای اداری و دوستان سید نصرالله دست دسته می آمدند و به او تبریک میگفتند، و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستار می ولی سید نصرالله صورت حق به جانب خود می گرفت چشمش را به هم می کشید و سرش را به حالت جبری تکان می داد و می گفت چه بکنم برای خدمت به میهن عزیز؟ بالاخره پس از یک ماه استخاره و مشورت با منجمین به روز و ساعت سعد سید نصرالله از زیر آینه و قرآن گذشت و با تشریفات لازم در میان حلحله مخبرین جراید که عکسهای متعدد از او برداشتند حرکت کرد ولی قبل از حرکت وسیعت خود را به زنش سپرد. از تهران تا اهواز به او خیلی بد و ناراحت گذشت. در احواز که فرصتی به دست آورد از معارف آنجا بازدید کرد و شاگردان را امتحان مختصری نمود. اما با وجود که اهالی لحجه عربی داشتند، ایرادات سختی به تلفظ عربی آنها گرفت. بعد رؤسای ادارات به پیش باز او آمدند و هر کدام در دعوت سید نصرالله به منزل خودشان سبقت گرفتند. ولی از آنجایی که او خسته و کسل بود، دعوت آنها را اجابت نکرد. زیرا همه این تشریفات ساختگی و نوت‌های چاپی که بایستی در هر جا مبادله و تکرار بشود و تملقهای چابی که مجبور بود بشنود بیشتر موجبات ملال خاطر او را فراهم می‌آورد. چون سید نصرالله باطنا مایل بود که تغییری در زندگی آرام و یک نواختش رخ ندهد در ضمن تصمیم گرفته بود که مقالی بلند بالایی در مدح حکیم باشیپور با لغات اصیل عربی و اشارات علمی و نکات فلسفی و الهی تهیه و تدوین بکند اما تاکنون فرصت کافی به دست نیاورده بود به علاوه اضطراب و تهییج راه مانع از اجرای این مقصود میشد هر دفعه که اتومبیل از جاده ناهموار یا خطرناک عبور میکرد بند دل سید نصرالله پاره میشد زیر لب آیت الکرسی میخواند بعد دستمال تا کرده از جیب خود در میآورد و عرق روی پیشانیش را رو پاک می کرد. در خورم شهر با سلام و سلوات از او استقبال شایانی شد. قبلا بلیت کشتی و همه وسایل حرکت را برایش فراهم کرده بودند. سید نصرالله شب را در منزل رئیس معارف خوابهای شوریده دید. صبح به اتفاق صاحبخانه به تماشای رودخانه رفت. بیشتر منظورش مطالعه دریا بود. با تعجب و کنجکاوی درخت های خورما را که دو طرف رودخانه صف کشیده بودم بلم ها و چند کشتی سفید را که از دور لنگر انداخته بودن تماشا کرد. تا کنون او دریا را روی نقشه جغرافیا دیده بود و عکس درخت خورما را در کتاب ها مشاهده کرده بود. حالا همه ای اینها را به چشم خودش میدید. فورا محاسن جهانگردی و مسافرت را که قدما در کتاب خودشان ذکر کرده بودند به یاد آورد دنیا به نظرش وسیع و شگفتانگیز جلوه کرد با خودش گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خام و یک نوع خودپسندی فلسفی حس کرد اما همین که به یاد آورد امشب باید سوار کشتی بشود زربان قلبش تند شد و اظهار خستگی کرد سید نصرالله تا غروب که موقع حرکت کشتی بود به مهمانی گذرانی ولی هیجان و استراب مخصوصی در دل داشت مثل کسی که برای عمل خطرناکی انقریب به اتاق جراحی خواهد رفت و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از هزار راجع به مسافرت دریا کسب اطلاع می نمود. طرف غروب مانند ناله ناامیدی صدای سوت کشتی بلند شد. سید نسرالله دلش توریخ. میزبانان فورا اساسیه سید نصرالله را از گمرک تحویل گرفته در بلم گذاشتند و در بلم دیگر او را در میان خود نشانده به طرف کشتی روانه شدند سید نسرالله کیف محتوای کتابچه لغات جدید و عکس حکیم باشی پول را به شکمش چسبانده بود. بلم تکان میخورد، امواج دریا جلو محتاب مثل نقره میدرخشیدم و درخت های سبز تیره خرما دو طرف ساحل در سکوت صف کشیده بودند. سید نصرالله همه اینها را با تنفر و سوء زن نگاه کرد. مثل شطوری که برای قربانی انتخاب شده و قبل از کشتن به تزیین و تجمل او میپردازند سید نصرالله حس میکرد که همه این تشریفات برای گول زدن اوست بلم تکان میخورد آب دریا لب پر می زن. به نظر سید نسل الله آمد که زندگی او کاملا در معرض خطر قرار گرفته. برای اینکه هیجان درونی خود را بپوشاند، سعی کرد به عربی فسیح با راننده بلم صحبت بکند. ولی مرد بلمی بیانات ایشان را ملتفت نشد و با عربی دست و پا شکسته ای که باعث عذاب روح سید نصر الله بود جواب داد. سید نسالا به فراست دریافت که یک نفر عرب در تمام دنیا پیدا نخواهد کرد که بتواند با او صحبت کند. کشتیها از دور مانند طبق چراغ می درخشیدن. جهازی که آزم بمبعی بود از همه قشنگتر و پرنورتر به نظر می آمد. نسیم شوری از روی دریا می گذشت که بوی ماهی گندیده، خزه و عطرهای فاسد شده را با خودش می آورد. بوهای مخلوط ناجور و سنگین که هنوز طوفان با نفس تمیز کنندش آنها را پراکنده نکرده بود. اول قایق موتوری دکتر به کشتی رفت و بعد از اطراف ولمها و کشتی های بادی که حامل مال و تجاره بودند به طرف کشتی حمله ور شدند. در میان جار و جنجال مسافرین داد و فریادهای های های عرب و صدای موتور کشتی نزدیک بود که سید نصرالله قبض روح بشود. بالاخره همین که قدری خلوت شد مثل زن پا به ماه زیر بغل او را گرفتن و با هزار ترس و لرز از نردبان کشتی بالا رفت به محض اینکه وارد کشتی شد لبخند فلسفی رقیقی روی لبهای رنگ پریدش خوبیدا گردید و پس از آنکه اساسیه و چمدانهایش را در اتاق مخصوص به او جای دادند همراهانش با تعظیم و تکریم از او خداحافظی کردند سید نسل سرش گیج می ره. روی تخت خواب باری که اتاق درجه دوم نشست و کیف لغات و عکس ها رو بغل دستش گذاشت. اگرچه سید نسل مخارج سفر برای درجه اول را داشت ولی از لحاظ سرفجوی درجه دوم را ترجیح داده بود. و اگر من اش نمی کردن، درجه سوم گرفته بود. از پنجره اتاق حیوهی مسافرین و صدای حرکت جرسقیل می آمد. بلند شد نگاهی به بیرون انداخت چراغ ساحل از دور سوسو میزد در دالان اتاقهای کشتی دسته دست, دست هممالهای عرب مشغول آمده شد بودند از این منظره تعثر و پشیمانی شدیدی به سید نصرالله دست داد چند بار تصمیم گرفت که تا کشتی حرکت نکرده به ساحل برگردد و تمارز بکند و یا اصلا استعفا بدهد ولی حس کرد که خیلی دیر شده بعد در قلب خود با زن و بچه و زندگی راحتی که آن طرف ساحل گذاشته بود خداحافظی کرد و لب خود را گزید برگشت به معوا و اتاق جدیدش دقیق شد اتاق کوچک سفیدی بود که از آهن و چوب درست شده بود سه تخت خواب فنری که دو تای آنها روی هم قرار گرفته بود به اضافه روشویی رختاویز و یک اصلی داشت ظاهرا محکم تمیز و مطمئن بود حکایت عجیب و غریب و عجایب البهار قصه سندباد بحری و همه افسانه هایی که راجع به هندوستان خوانده بود در خاطرش جان گرفت همین وقت پیش خدمت سیاه هندی با لباس سفید و تمیز وارد شد و چیزی به زبان انگلیسی گفت که سید نصرالله ملتفت نشد و از سستی معلومات خودش خجل گردید پی برد که سرحد معلومات او چهار دیوار خانهاش بوده زبانها، مردمان و زندگی های دیگر هم در دنیا وجود دارد که او سابقه بر این هرگز نمی توانست تصورش را بکند و بدون مناسبت تمام بغض و کینه او متوجه پیش خدمت هندو شد مثل اینکه او باعث شده بود که سید نسلا دچار زحمت مسافرت بشود بالاخره پیش خدمت شمد و پتوی آورد و یکی از تخت خوابها را آماده کرد در این وقت جنجال بیرون فروکش کرده بود سید نصرالله به حالت خسته و کوفته روی تخت افتاد اما تخت برای او تنگ و ناراحت بود دوباره پیش خدمت در زد وارد شد و با علم اشاره به او فهماند که شام حاضر است خودش جلو افتاد از پلکانی پایین رفت و سید نصرالله را به اتاق رستوران کشتی راهنمایی کرد سر میزی که سید نصرالله نشست دو نفر از مسافران به زبان فارسی حرف میزدند سید دست هر قضایی را به دقت وارسی میکرد و میششی که مواد مخالف حفظ و صحه بوده و یا ادویه هندی داشته باشد چون طبق طب قدیم او به سردی و گرمی غذاها معتقد بود و با خودش مقداری ادویه خنک همراه داشت تا به موقع تعادل مزاج را برقرار کند یکی از ایرانی ها که سر میز بود به زبان انگلیسی دستور میداد و پیشخدمت هندی را چکرا خطاب می کرد. سید نصرالله از پیدا کردن هم زبان انگلیسیدان اطمینان حاصل کرد و موضوع چکرا را وسیله قرار داده داخل در مبحث لغوی شد که زبان هندی بچه ی زبان فارسی است به علاوه از زمان لشکرکشی داریوش کبیر اسکندر سلطان محمود و نادرشاه سپاهیان ایرانی متدرجن زبان فارسی را به هندوستان بردهاند من هم برای همین مقصود به هندوستان می روم و چکرا به زعم این ضعیف همان چاکر فارسی است یا همین ترشی هندی که شما چنتی می گویید از لغت فارسی چاشنی گرفته شده است چون به طور کلی ریشه همه زبانهای دنیا از فارسی و عربی و ترکی گرفته شده همانطوری که همه نژادهای بشر از اولاد هام و سام و یافس و یاسلم و تور و ایرج می باشند مثلا لغت سماور که تصور میکنند روسی است من پیدا کردم مرکب از سه لغت فارسی عربی و ترکی است و باید به کسر اول خوانده شود زیرا در اصل سه ماور بوده سه فارسی ما عربی و ور ترکی است یعنی سه آب بیاور از این قبیل لغات زیاد است مسافران ایرانی از اطلاعات تاریخی و لغوی سید نصرالله به حیرت افتادند سید نصرالله در ضمن سوالات فهمید که شخص انگلیسیدان سابقا در هندوستان بوده و اکنون به مأموریت اداری به بوشهر می رود. بعد از صرف قبل سید نصرالله به اتاق خود مراجعت کرد احساس خستگی می نمود. جلو آینه دید رنگش پریده در حالی که زیر لب آیتال کرسی می خوان در تخت خواب افتاد و به خواب رفت. هنوز تاریک روشن بود که سید نصرالله حرکت خفیف کشتی را حس کرد و صدای موتور را در عالم خواب و بیداری شنید. چشمش را باز کرد، یک که خود، مثل اینکه هیچ منتظر نبود در کشتی بیدار بشود. احساس سردرد می کرد. بعد از صرف صبحانه دقت کرد دید ورقی بلند بالایی به دیوار نصب بود که روی آن به خط سرخ چاپ شده بود بی آی کو T دی. Emergency Instruction for Passengers زیر عنوان فوق شرح مبسوطی به زبان انگلیسی نوشته شده بود و در سه عکس مردی را نشان میداد که در عکس اول مشغول بستن سینه بند مخصوصی بود و دو تای دیگر طرز پیچیدن آن را روی سینه نشان میداد. عقیده سید نصرالله در این مطلب تایید شد که زبان انگلیسی همان زبان فرانسه است. گیرم املا و تلفظ آن را خراب کردند. پیش خود گمان کرد که لغت امرجنسی از امرژه فرانسه آمده است و عنوان ورقه را اینطور ترجمه کرد تعلیمات راجع به بیرون آوردن مسافرین از آب در همین وقت ملتفت شد دید به سقف اتاق دو مخزن چوبی که در یکی از آنها دو عدد سینه بند و دیگری یک سینه بند بود وجود داشت لرزه بر اندامش افتاد و با خودش نتیجه گرفت که به علم اروپایی هم نمی اطمینان کامل داشت زیرا این کشتی با تمام عظمتش ممکن بود غرق بشود. مدتی دنبال کتاب لغت گشت ولی پیدا نکرد. خواست شرح انگلیسی را بخواند اما از موضوع چیز زیادی دستگیرش نشد. فقط چند لغت را از قرینه حد زد ولی شکی برایش باقی نماند که این اعلان برای پیشبینی از خطر بعد از غرق شدن است. لباسش را به عجله پوشید روی کشتی رفت دید دو نفر هندو هنوز کنار دودکش خوابیده بودند یک نفر ملاح هندی با لباس زنگاری به تعجیل میدوید تا چشم کار میکرد آب بود که روی هم موج میزد فقط از دود یک هاشیه رقیق رنگ پرید از ساحل پیدا بود اطراف کشتی را دقت کرد دید به نرده درجه اول کمربندهای سفیدی نصب شده بود که رویش خوانده میشد والرو روی صورت غذا همین لغت را دیده بود پس نتیجه گرفت که اسم این کشتی والرو است یک زن هندی که ساری پوشیده و علقه های طلا در گوش و بینی خود کرده بود آمد از کنار او گذشت هزار جور افکار وحشتناک در مغز سید نصرالله جان گرفت آیا دو سال پیش در روزنامه نخوانده که یک کشتی بزرگ در اقیانوس اطلس غرق شده چندی پیش در روزنامه عکس کشتی فرانسوی که در بحر احمر آتش گرفت ندیده بود اگر از دو میلیارد احتمال یکی راست در می آمد به زحمتش نمی که انسان جانش را به مخاطر بیاندازد آن هم برای چه؟ یاد حکیم باشی افتاد که روز به روز گردنش کلوفت میشد و سنگ خودش را دائم به سینه میزد. در صورتی که بی سواد و شارلاتان بود. آیا همه مینوتایی که از اتاقش برمیگشت پر از غلط و اشتباهات صرف و نحوی نبود بعد هم شهرت داشت که ابتدای یهودی بوده بعد در مدرسه آمریکایی برای اخذ تصدیق مسیحی شده و حالا هم خایه آخوندها را دستمال می کرد. ترجمه غلط کارلایل را از داماد جهودش امانت می گرفت و کنفرانس میداد. کتاب ضد اسلامی کشف می کرد و از طرف دیگر کوس تجدد و لامذهبی می زد. در روزنامه ها اسمش را هم ردیف اسم افلاطون و سقرات و بوالی و فردوسی و سعدی و حافظ و غیره چاپ می کرد. حال زندگیش را برای خاطر چنین موجودی به مخاطره بیاندازد که بعد شکمش را جلو دهد و بگوید عکس من را در روزنامه های اندوستان چاپ کردند. شخص با مایه و پایه مانند سید نصر را وسیله جاه طلبی احمقانه خود قرار بدهد و این لغت های مزهک بیمعنی که نه فارسی و نه عربی است اینها را تحفه به هندوستان ببرد شاید در آنجا دو نفر آدم چیز فهم پیدا می آن وقت او چه خواهند گفت چرا این تکه را مخصوصا برای او گرفت در صورتی که نوچه ها و فدایان دیگری هم دارد که نان به هم قرض بدهند و به عنوان مبهم مطالعه با پول ملت در اروپا میچرن تا هواخواه و هوچی آتیه ای او بشوند و با اینکه ماهی دو سه هزار تومان به هر کدام از آنها میرسانید تا کتابی مثلا راجع به جرزیس پیغمبر و تعالیم او در عالم بشریت تدوین بکنند و به خرج دولت شاب بشوند مگر او شش بود و نمیتوانست راحت در کنج خانه پهلوی زن و فرزندش بنشیند و از این قبیل یا ترجمه مزخرفترین کتابهای فرانسه را به قلم دیگران بیرون بدهد که حالا باید مثل اشخاص ماجراجو و خانه بدوش بی به آب و آتش بزند و گند های یک دسته از هوچی های حکیم باشیپور را به هندوستان برده خودش و مردم را مسخره بکند آیا صادرات معارفی آبرومندتری پیدا نمیشد سید نصرالله یک مرتبه ملتفت شد که انان عقل را به دست احساس سپرده زیرا در طی تجربیات زندگی برخورده بود که نان و آش در همین های یک مشت تازه به دوران رسیده و نمایش های لوس پیدا می شود که خاک در چشم عوام می پاشند. مردم را گول زده و کیسه را پرپول می سازند. بانگه ای؟ مگر خود او را وادار نکردند که در پرورش افکار برای دوره مشعشع مدداهی بکند او هم پذیرفت برای اینکه هنرنمایی بکند و داد سخنوری بدهد و بالاخره به با آنهای دیگر بفهماند که کهر که کم از کبود نیست. الحق موضوع بکری را انتخاب کرد. مادر میهن را تشویح به ناخوش رو به قبله کرده بود که رضاخان را به شیوه ژیل بلاس با شیشه اماله و شاخ هجامت بالای سرش آورده بودند و بالاخره او را نجات داد با وجود کدورت قادر پوزخندی زد پرانتز بسته آنهای دیگر دهنشان میشایید که بتوانند نطقی با چنین الفاظ وزین و عبارت دلنشین بکنند او همه این علما و فضلا را بزرگ کرده بود و خوب میشناخت به فرنگ رفته ها و متجددین و قدیمی هایش هم سر و یک کرباس بودند فقط عناوین آنها فرق میکرد. پیشتر می رفتن نجف حجت الاسلام می شدن و حالا میرفتند فرنگ به عنوان دکترا بر می گشتن و کارشان عوام فریبی و همه ی حواسشان توی شکم و زیر شکمشان بود. همه به فکر خانه سه طبقه و اتومبیل و معمولیت به خارجه بودند. اگرچه سیر نسولا به خارجه نرفته بود اما با خیلی از اطبا و دانشمندان و اروپایی که به ایران آمده بودند محشور بود مثلا یک طبیب ایرانی آرزویش این بود که مدیر کل و وکیل و وزیر بشود در صورتی که مرحوم دکتر تولوزان تمام وقتش را به مطالعه میگذرانید. خود او چرا نسبت به دیگران عقب مانده بود برای اینکه اهل علم و مطالعه بود یادش افتاد که پای میز خطابه با چه ولعی لغات را از دهنش میقابیدن و بعد چه تبریکات گرمی به او میگفتند او طرف توجهات مخصوص ملوکانه شده بود اما دفعه بعد مجبورش کردن دوباره نطخ بکند شانه خالی کرد شاید حالا هم به جرم همین سرپیچی او را به این مأموریت خطرناک فرستاده بودند سرش را تکان داد و زیر لب گفت هر که را تا باید جور هندوستان کشد سید نصرالله بعد از صرف نهار از اتاق رستوران که بیرون آمد در راه رو برخورد به مرد ایرانی که انگلیسی میدانست ابتدا اظهار آشنایی کرد و از گرمای هوا شکایت نمود. بعد بدون سابقه از او پرسید شما تنها هستید؟ بله. اگر گز اسفان میل می ممکن است به اتاق بنده تشریف بیاورید. او را به اتاق خود راهنمایی کرد. جعبه گزی را به زحمت از چمدان در جلو او گذاشت و خیلی آهسته شروع به صحبت کرد. هرگاه انسان همه عمر عزیزش را صرف تحصیل زبان و علوم و فنون بکند باز هم کم است افسوس که عمر کوتاه ما کفاف نمیدهد که با فراغت خاطر تمام وقت خودمان را به مطالعه بپردازیم کمترین تغییری در زندگی کافی است برای اینکه به مجهولات تازهی بر بخوریم. هر کوچکترین چیزی را با دیده عبرت نگریسته و مورد تحقیق قرار دهیم همین مطلب تایید خواهد شد. اگر یک برگ خشک را زیر بین میکروسکوپ بگذاریم، خواهیم دید که دنیای جدیدی با قوانین و اصول خود به ما مکشوف می‌گردد. یک ذره خاشاک روی زمین ممکن است موضوع سالها بحث فلسفی و تفکر و تعمق واقع بشود و چنان که عرفا گفتن دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی. علم نظری امروزه به ما ثابت می کند همان چیزی را که قدما ذره می گفتند و تصور می نمودند که غیر قابل تجزیه است تشکیل یک منظومه را می دهد حالا اگر نظری به سوی آسمان بیافکنیم گردش افلاک و قوانین تغییر ناپذیر آنها فقط ما را دچار بخت و حیرت می کند. به طوری که در پایان امر مجبوری منصفان اقرار بکنیم تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اطراف ما مملو و از اسرار و مشهولات است. من با هرمس تریسمجیست هم عقیده هستم که میگوید آنچه در دنیای سفلا یافت می شود در دنیای الوی هم وجود دارد. باری مقصود از اتناب کلام این بود که این همه اقوام و طایفه و السنه که در فراخنای جهان وجود دارد بدیهی که عمر ما وفا نمی کند تا در چگونگی و ماهیت روحی ای این توایف قار نموده و به رموز زبان آنها پی ببریم. چیزی که باعث تأصف من است در ایام شباب از فرا گرفتن لسان انگلیزی قفلت ورزیدم. و حال می بینم که به دشواری می توانم لغات و جملات را از هم تفکیک بکنم. چون اساسا ریشه زبان انگل ساکسون با زبانهای لاتینی فرق دارد و چنان که باید و شاید به معنی لغات و جملات انگلیزی مسلط نیستم مثلا اختاری ای که به دیوار است توی پرانتز دستور العمل ضروری را نشان داد پرانتز بسته عنوان آن را به فراست دریافتم گویا مقصود دستور عمل نجات مسافرین از غرق شدن است شخص تازه باره در حالی که گس توی دهانش مانده بود بیانات سقیل فیلسوفانه را با تعجب گوش داد و بی که مقصود سید نصرالله را بفهمد مطلبش را تصریح کرد البته البته همونطور که میفرمایید آیا حقیقتا خطر غرق شدن کشتی را تهدید میکنه هرگز چه فرمایشی فقط محض اعتیاطاه معال اندیشی اروپایی رو میرسونه ولی اتفاق همیشه ممکنه بله مقصود این است که اتفاق ممتنع نیست بلکه ممکن الوقوع است البته اما وسیله احتراز از اتفاق غیر مترقب را پیش بینی کردند البته ممکن است از جناب خواهش بکنم قبول زحمت فرموده این اختاریه را البته به اختصار برایم ترجمه بفرمایید با کمال افتخار شخص انگلیسی دام برخاست اعلان را خوانده و برای سید نصرالله دستورالعمل مفصلی که راجع به استعمال های نجات نوشته شده بود ترجمه کرد و مخصوصا در اعلان تذکر داده شده بود که لازم است مسافرین برای آشنایی با استعمال ژاکت قبلا آن را امتحان بکنند. سید نصرالله به دقت گوش داد عرق روی پیشانیش را پاک کرد و پرسید در صورتی که کشتی آتش بگیرد یا به علت دیگری غرق شود البته ممکن است و محال نیست مثلا سال قبل بود که کشتی فرانسوی در بحر احمر تومه حریق شد به خاطر دارم در یک روزنامه لاتینی خواندم که یک کشتی بزرگ هم در اقیانوس اطلس غرق شد و مسافرینش تا آن دم که قالب تویی کردند به ایش و نوش مشغول بودند. روزنامه لاتینی؟ بله من زبان فرانسوی را زبان لاتینی میگویم. ببخشید اگر سوالت بنده کسل کننده است. فقط از لحاظ کنجکاوی فطری است که خداوند متعال در من به ودیعه گذاشته. زیرا من همیشه خودم را محصل میدانم. و میخواهم در هر موقع استفاده کرده به معلومات خود بیافزایم مقصود این بود که هرگاه در موقع غرق شدن کشتی شخصی از فن شنابی بهره باشد چه خواهد شد همطور که فرمودید قایقای بزرگی دو طرف کشتی است که اونا رو فورا با آب خواهند انداخت البته بچه ها بعد زنها بعد مردها رو در آنها میگذارند تا موقعی که کشتی امدادی برسد بلی ماهی های خطرناک وجود دارد و ممکن است قبل از نجات صدمه برساند البته همه قسمت اتفاق ممکنه ممکن الوقوعه مثلا اگر خود نخواسته دستگاه تلگراف بیسی ماتش بگیرد یا کشتی دور از ساحل باشد بر هم که مسافرین را در قایق نجات جمع آوری بکنند ممکن است از تخیر رسیدن کشتی امدادی و نداشتن آذوقه تلف بشوند در زندگی همه جور پیش آمد ممکن است سید نصرالله به حال متفکر سرش را تکان داد وزیر لب تکرار کرد در زندگی هر نوع اتفاقی ممکن الوقوع است بعد پرسید فرمودید قایقهای بزرگی دو طرف کشتی وجود دارد بله مگه ملاحظه نفرمودید بفرمایید نشونتون بدم خیلی متشکرم بفرمایید بدانم آیا این کشتی در بنادر دیگر هم ایست می کند؟ چون خط سری است فقط در بوشهر و کراچی و بمبئی لنگر میاندازد امشب یکی دو ساعت در بوشهر نگه خواهد داشت. سید نصر متفکر خیلی متشکرم اسباب زحمت جنابالی رو فراهم آوردم و بعد خاموش شد سکوت مرگ اتا را فرا گرفت مرد انگلیسی دان خداحافظی کرد و رفت سید نصر دست مالی در آورد روی پیشانی سوزانش کشید بعد بلند شد با احتیاط به طرف عرشه کشتی رفت دقت کرد و دید دو قایق بزرگ سیاه که تا حال ملتفت نشده بود دو طرف کشتی آویزان بود و رویش نوشته بود اکسفورد اسم کشتی را دوباره روی کمربندهای نجات خان چند بار تکرار کرد والرو والرو مثل اینکه این اسم آشنا بود پیش خودش تصور کرد شاید یکی از رب و نوعهای یونانی یا آشوری باشد بعد به امواج دریا خیره شد که میخوردید متشنج میشد و فریاد زنان به کشتی حمله میکرد بعد روی هم میپیچید و دور میشد رنگ سبز چرک تا به دریا مبدل به رنگ سیاه شده بود به نظرش امواج دریا مایع جاندار یا جسم لغزنده حساسی جلوه کرد که از شدت درد و خشم با لرزش عصبانی به خود میپیچد مانند جسم شکنجه شده ای که بیهوده درد میکشید و حاضر بود سطح از این کشتی ها و مسافرانش را بدون ملاحظه فضل و معرفت آنها به یک لحظه در خود ور بسازد. یک نوع احساس آمیخته از ترس و تنفر از قوای کور طبیعت به او دست داد. علاوه زیر این توده آب حیوانات و ماهی های خطرناک وجود داشت که به خون او تشنه بودم آیا در خورم شهر نشنیده بود که تا چندین بار زنها و بچههایی که به هوای رخشویی کنار رودخانه رفته بودند آنها را کوس ماهی در آب کشیده و نصف کرده زیر پایش لرزه خفیف کشتی را حس کرد صدای آواز فلزی موتور می آمد. تا چشم کار می کرد آب بود که عقب می زد و به کشتی حمله می کرد. کشتی آب را می و مثل خونابهی که از جراحات جاری شود تکه های کف دنبالش کشیده میشد. دو پرنده کوچک که معلوم نبود آشیانی آنها کجاست پشت سر کشتی پرواز می کردم. همه اینها به نظرش عجیب و غریب و باور نکردنی آمد. آن وقت مردمان دیگری که در طبقه زیرین کشتی مسکن داشتم آیا آنها دیگر چنو آدمی زادی بودم؟ ولی هیچ کدام از مسافرین اضطرابی از خود ظاهر نمی ساخت. اما این دلیل کافی نبود که باعث آرامش فکر سید نصر باشد. زیرا فرق خود او که افتخار نجاد بشر به شمار می رفت با دیگران از زمین تا آسمان بود. سید نصرالله معتقد بود که بی جهت اهالی کاشان مشهور به ترسو هستند مگر هرودوتس بشته که ایرانیان قدیم از آب و دریا حراس می به اضافه حافظ مگر شیرازی نبود او هم از دریا ترسیده یادش افتاد در کتابی خوانده بود که اکبر شاه هندی حافظ را به هندوستان دعوت کرد ولی حافظ از منظره کشتی و دریا ترسیده و از مسافرت سرپ نظر کرد چنانکه به همین مناسبت میگوید شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها؟ زن هندی که در بینی و گوشش حلقه های طلا بود دوباره آمد ساکت و آرام از پهلویش رد شد بیان که به او اعتنایی بکند همه مسافران کشتی به نظر سید نصر الله وحشتناک ناخوش و موزی آمدند مثل اینکه دست به یکی کرده بودم. تا او را قافل گیر کرده با شکنجه استادانه ای بکشندش سرش گیج رفت فکرش خسته بود به اتاق خودش پناه برد لباسش را کند و روی تختش افتاد هزار جور اندیشه های ترسناک در مغزش می گردیدن. لرزش یک نواخت کشتی را بهتر حس کرد و مثل اینکه احساسات او دقیق تر و تیزتر از معمول شده بود این لرزش با صدای قلب او هماهنگ شده بود. کم کم پلکای چشمش سنگین شد و به خواب رفت. دید دسته ای از اعراب روی عرشه کشتی با کمربند نجات ایستاده سینه بند می زدم و می گفتم والرو رو، وال رو، دسته دیگر که سینه بند نجات داشتند از روی دریا با آنها جواب می دادند وال رو، خود او هم روی عبای بوشهری که همیشه در خانه می پوشید سینه بند نجات بست و بچه هایش را قلم دوش کشیده بود. همین که خواست در دریا به جهت زنش دامن عبای او را کشید. از شدت وحشت از خواب پرید. عرق سرد به تمام تنش نشسته بود. سرش تیر می کشید. دهنش تلخ مزه بود. وقتی که چشمش به اتاق کشتی افتاد صدای فلزی موتور را شنید و لرزش کشتی را حس کرد دوباره چشمش را بست مثل اینکه میخواست از این جهنم فرار بکند بی اختیار تمام فکر او متوجه خانه شد یاد کرسی اتاقشون افتاد که رویش قلاب دوزی سرخ افتاده بود زیرگوشی و توشک گرم و نرم اطراف آن را مثل نعمت گرانبهایی که از آن محروم مانده بود آرزو کرد بچهش که تازه زبان باز کرده بود لغت را با مخرج صحیح ادا می کرد. قوقوسی اناری که زنش در بشقاب دانه می کرد. پشت میز اداره و همه این کیف ها مانند دنیای افسونامیزی از او دور شده بودند. با خودش شرط کرد که در موقع مراجعت از راه خشکی به وسیله راه هم برگردد که مطمئنتر بود. از ته دل به حکیم باشی پور نفرین فرستاد که او را به این بلا دچار کرده بود در صورتی که خودش با گردن سرخ و تبسم ساختگی پشت میز وزارتش نشسته و همه ی حواسش توی لنگ و پاچه دخترها و پسرها بود و برای مقامات عالیه به این وسیله کارگوشایی میکرد. به یک دست دزد و دقل و مبلغین خودش کارهای پرمنفعت می داد و اناوین برایشان می تراشید. عضو فرهنگستان درست می کرد تا لغت های مزهه که بی معنی بسازند و به زور به مردم حقنه بکنند. در صورت که همه جای دنیا لغت را بعد از استعمال مردم و نویسندگان داخل زبان می نمایند و او که در علم فقل و لغه بی است هممال این لغت های بچگان و بی سلیغه شده. شاید عمدن او را سنگ قلاب سنگ کرده بودند. چون از او کارچاق کنی بر و با دادن تصدیق به جوانانی که فقط دیپلم از ستاره ونوس داشتن مخالفت کرده او تا کنون لای سیبیلی می بذاشت. زیرا زندگی آرام و بی داشت و شخصا از آب گلالود ماهی میگرفت. اما حالا جانش را برای هیچ و پوچ به مخاطره انداخته بودن بلند شد نشست مثل اینکه در افکارش تغییر حاصل شد به خاطر آورد که دکمه زیر شلوارش افتاده برای سرگرمی مشغول دوختن آن شد فکر میکرد اگر زنش آنجا بود این کار زنانه را که هرگز شایسته فضل دانشمندی مثل او نبود متحمل نمیشد در این وقت کشتی سود کشید و ایستاد میان مسافران هم همه افتاد سید نصرالله دلش توریخت و گمان کرد اتفاق ناگواری رخ داده است ولی به زودی ملتفت شد که به بوشه رسیدن دست لباسش را پوشید و در ایوان کشتی رفت ظاهرا بندر پیدا نبود فقط از دور چراغ ضعیفی میدرخشید. یکی دو قایق موتوری دیده می شد چند کشتی بادی مشغول باربندی شده بودند. از هیاهوی هممالها خوابی که دیده بود به یاد آورد به نظرش آمد که کابوس وحشتناکی را در بیداری می بیند. ساحل دریا آنقدر دور و تاریک بود که فکر مراجعت به خشکی به نظرش خیال خام و بی اساس آمد. ساعتش را نگاه کرد. موقع شام بود. به اتاق رستوران رفت تا شاید اطلاع مفیدی کسب کند. اما همه کسانی که سرمیز بودند، حتی مرد انگلیسیدان و پیش خدمت ها به نظر او ساکت و اخمالو آمدند. مثل اینکه میخواستم خبر شومی را از او بپوشانند به دلش بد آمد شام به دهنش مزه نکرد اصلا حس کرد اشتها ندارد فقط سوپ را با یک موز خورد برای اینکه سر دلش سبک باشد مرد انگلیسیدان با اشاره از او خداحافظی کرد و رفت مثل اینکه عجله داشت سید نصرالله معیوس و متفکر به اتاقش پناه برد برای اینکه هم همه خارج را خفه بکند در را بست و پرده را جلو آن کشید اگرچه هوا دم کرده و گرم بود اما صلاح ندانست پیچ باد بزن برقی را باز بکند قلم و کاغذ را برداشت تا یادداشتهایی راجع به نطق فلسفی خود بردارد ولی حواسش جمع نبود روی کاغذ مطالب مبهمی نوشته بود که نپسندید در میان خطوط دقت کردید نوشته میهن یعنی من مقصود فقط تبلیغ آن قاعد عظیم و شعن است که شاخ هجامت را گذاشت و خون ملت را کشید مقصود از تعلیم اجباری با سواد کردن مردم نیست فقط برای این است که همه مردم بتوانند تعریف او را و در نتیجه حکیم باشی پور را در روزنامه ها بخوانند. به زبان روزنامه ها فکر بکنند و حرف بزنند زبان های بومی که اصیلترین نمونه فارسی است فراموش بشود کاری که نه عرب توانست بکند و نه دوغت های ساختگی که نه زبان خشایارشاس و نه زبان مشتی حسن به آنها تحمیل بشود مندراری همش مندراری است منافع مقدس خودش را منافع مقدس میهن جلوه میدهد مگر او از کجا آمده و چه صلاحیتی دارد که منافع وطن را بهتر از من میتواند تشخیص بدهد دوباره خواند از خودش پرسید آیا دیوانه نشده بود زهرخندی زد او تا به چنین جملاتی نه فکر کرده بود و نه به زبان آورده بود. آیا یک قوه خارجی محرک او بوده یا مسافرت در روحیش تغییر داده بود؟ شاید در اثر بدخوابی بوده. بالاخره کاغذ را پاره کرد. در این وقت صدای یک نواخت جرسقیل خفه شده بود، کشتی حرکت می کرد، سید نسولا بلند شد، لباس پوشید و روی کشتی رفت. از مشاهده مسافرین دلش آرام گرفت چون تصور میکرد او را تنها در کشتی گذاشتهاند توده ابر سیاه به شکل تهدیدآمیزی روی آسمان جابجا میشد چراغ بندر از دور سوسو میزد آب دریا به رنگ غیر درآمده بود طرف دیگر که آسمان صاف بود سید نصرالله دو به اکبر و دو به اسخر را تشخیص داد ما کنار آسمان به نظر می آمد که پایین آمده و از زیر آن یک رودخانه نقره روی آب سیاه می درخشید و به سوی کشتی می آمد. هوا خفه بود. سید نصرالله قلبش فشرد، استرابش فروکش کرد. یک جور احساس آسایش بیدلیلی در او پیدا شد. مثل اینکه برای اولین بار با انصار طبیعت آشتی کرده است. سراسر سر زندگیش به نظر او یک خواب دور، موهوم و شکننده آمد. احساسات زمان طفولیت در او بیدار شده و با احساس تنهایی و دوری توأم شده بود در نتیجه یک نوع ترحم دردناکی برای خودش حس می کرد. با گام های سنگین دوباره به اتاق خودش برگشت قلم و کاغذ را برداشت کمی فکر کرد و نوشت کشور هندوستان پیوسته مهد ادبیات پارسی بوده است در این زمان که در سایه توجهات به در تاجدار ترقیات روزافزون معارفی دیگر چیزی به فکرش نرسید بعد سعی کرد توصیف ماه را روی دریا به لباس ادبی در بیاورد دوباره قلم برداشت و نوشت آب غیرفام با قرش تندرازا کشتی را به مبارزه می تلود. ماه از کرانه آسمان مانند شاهد بیطرف جوشن سیمین خود را روی امواج افکنده تبسم می کند. این هم پسندش نشد. مثل اینکه که قوه مشهولی تمام معلومات معنوی و فلسفی او را بیرون کشیده بود. بعد خواست کاغذی به زنش بندیسد. احساس سردرد کرد. ناگهان نگاهش به سخ افتاد و سینه بند نجات را دیده بلند شد در را بست. شیشه و جدار چوبی و پرده و پنجره را جلو کشید همین که مطمئن شد کاملا محفوظ است یکی از سینه بندها را با احتیاط از مخزنش درآورد آورد وزن کرد مثل چهار قطعه چوب سبک به شکل مکعب مستطیل بود که در پارچه خاکستری زمختی شبیه گونی دوخته شده بود با دقت سر خود را از میان چهار قطعه چوب پنبه که وسیله پارچه به متصل بود بیرون آورد دو قطعه از چوب روی سینه و دو قطعه دیگر مانند کول پشتی روی کتف او قرار گرفت. رفت جلو عکسی که روی دستورالعمل بود ایستاد مطابق دستورالعمل بند آن را محکم کشید. سینه بند چسب تن او شد. بعد رفت جلو آینه قیافه خودش را برانداز کرد. از پریدگی رنگ خود ترسید. شکل جانی ها شده بود که در انتظار مرگ چندین ماه در زندان گرسنگی و بیخوابی کشیده باشند. خوابی که دیده بود به یاد آورد و پیش خود تصور کرد زمانی که در دریا بیفتد چه وضع وحشتناکی خواهد داشت. لرزه بر اندامش افتاد. زانوهایش سوز شد. دندانهایش به هم میخورد به طوری که صدایش را میشنید. نبز خود را گرفت. بی اراده چندین بار زیر لب گفت والرو؟ والرو؟ صدایش خراشیده بود سرش به شدت درد میکرد در قلب خود با زن و بچه ودا کرد اشک در چشمش حلقه زد و برگشت تا صورت خود را اقلا نبیند خواست سینه بند را باز کند ولی یادش آمد که در موقع خطر بستن آن کار آسانی نیست و از لحاظ معالندیشی ترجیح داد با سینه بند بخوابد عرق سردی از سر تا پایش جاری بود و حس کرد که جدا ناخوش است دو قرص آسپرین خورد و در حالی که آیت الکرسی میخواند رفت روی تخت خواب به پهلو خوابی ناراحت بود و ضربان قلبش را که تند شده بود میشمرد هنوز چشمش به هم نرفته بود که دید کشتی آتش گرفت او بالای عرش روی منبر ایستاده بود ولی لباس زنانه به شکل ساری هندی که حلقه طلا در گوش و بینی خود کرده بود در برداشت نطق مهیجی راضی به استعمال کمربند نجات ایراد میکرد. در میان سوت کشتی و ناغوس هایی که می زدن مجبور بود صدایش را دائما بلندتر بکند و فاصله به فاصله دست در کیف خود میکرد و عکسهایی در می و روی سر مردم نسار می نمود. مسافرین از روی نامیدی خودشان را در دریا می انداختن. ولی ماهی های بزرگ چشم های خشمگین درخشان آنها را از میان دو پاره می کردند و روی آب پر از نعش های تکه تکه شده بود. یک مرتبه ملتفت شد دید بچه هایش در قایق سیاهی نشسته بودند که رویش به خط سفید نوشته آکسفورد و مرد ایرانی انگلیسیدان را شناخت که پارو میزد آنها را به طرف مقصد نامعلومی می برد. همین که شعله آتش به او نزدیک شد خودش را در آب انداخت در همین وقت یک ماهی ترسناک بزرگ با چشمهای آتشین به او حمله ور شد سینهش را در میان چهار دندان کند خود مثل چهار قطعه آجر گرفت و به سختی فشار داد به طوری که بیهوش شد صبح پیش خدمت هندو نعش سید نصرالله را در حالی که سینه بند نجات خفت گردن او شده بود در اتاقش پیدا کرد. دو ماه بعد در کوچه حمام وزیر جمعیت انبوهی دور مجسمه سید نصرالله ایستاده بود که با یک دست کیفی را به شکمش چسبانیده و با دست دیگر اشاره به سوی هندوستان کرده. زیر پایش خفاشی علامت افرید جه در حال نزع بود آقای حکیم باشیپور با قیافه متأثر و متعلم کنار مجسمه روی منبری ایستاده نطق مفصلی در مناقب آن مرحوم ایراد میکرد. در ضمن نطق مکرر اشاره به آن فاجعه ناگوار فراموش نشدنی و فقدان آن هشتمین سبعه دنیا فیلسوف در و دریای علم نمودم سپس نونهالان و نوباوگان میهن را مخاطب قرار داده نتیجه گرفت شما باید پیوسته کردار گفتار پندار این نابغه میهن پرست را که در راه میهن فداکاری و شهامت بی نظیری از خود بروز داد و آقبت شربت شهادت را چشید سرمشق خیش قرار بدهید و فرضیه ی هر فرد میهن پرستی است که مجسمه یا لاعقل شمایل این عدیب عریب و فاضل ارجمند را زیب دیوار خیش ساخته و به وجود چنین عناصر میهن پرستی تفاخر بکند و نیز انبار سعی و کوشش بلیغ بنماید که در راه میهن و خدمات معارفی توی پرانتز بغز گلویش را گرفت بعد از سه دقیقه مکس مخصوصا من در فرهنگستان پیشنهاد خواهم کرد که کوچه حمام وزیر را خیابان میهن پرست بنامند و از علاقه ای که به پارسی سره و سرزمین آبا و اجدادی خودم دارم آن مرحوم را که سید نصرالله بود پیروز یزدان نامیده و لقب میهن پرست به وی میدهم اشتباه نکنید آن فقید مرحوم نمرده است بلکه به وسیله جان فشانی و فداکاری که در راه میهن نمود مقام ارجمندی در قلب همه افراد میهن احراز کرد چنانکه شیخ الارفا گفته بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی در سینه ها مردم عارف مزار ماست در خاتمه من از ارباب جود و سخا تقاضا می کنم اعانه ای فراهم بیاورند تا کشتی مسافرتی والرو که قتلگاه آن مرحوم جنت مکان خلداشیان است از کمپانی خریداری و در موزه معارف حفظ بشود بعد دست کرد در کیفی که امراه داشت و مقداری از آخرین عکس‌های سید دست الله که موقع حرکتش گرفته شده بود در و روی سر مستمعین نسار کرد هزار عکس را از یکدیگر قاپیده روی قلب خودشان گذاشتند سپس نونهالان و نوباوگان با چشم گریان و دل بریان پراکنده شدند پایان آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادعی علاق من به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.